مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک ما رو همراهی می‌کنه. خیلی خوش آمدین آقای محمدی. دست کم حدود 16 نفر از بازداشت شدگان اسامیشون منتشر شده و می‌دونیم که شمارشون خیلی بیشتر از اینا بوده، تعدادی از اونها آزاد شدن. نوع برخورد حکومت رو در بالاخص در مورد قتل حکومتی آرمیتا گراوند چطور می‌بینی و در مورد بازداشت شدگان، بازداشت کردن در حقیقت کسانی که در مراسم تدوین اون شرکت کردند؟ ببینید، آرمیتا به نظر من به یک خاطره سوگناک و التیام ناپذیر ملی تبدیل شده و خب این زخم رو ما بر تن ایرانیان، بر جان ایرانیان و بر روح ایرانیان همچنان خواهیم دید. و اما حکومت در ماجرای آرمیتا از ابتدا تا به آخر نشون داد که حیطه‌های تمامیت خواهیش رو در حال گسترش میداده. حیطه‌های تمامیت خواهی جمهوری اسلامی نه فقط قدرت بلکه ثروت و منزلت رو هم در بر میگیره، نه فقط زندگی عالم واقع رو در بر میگیره بلکه اذهان و احساسات مردم رو هم در بر میگیره. در سالهای اخیر نه فقط زندگی در این جهان رو بلکه زندگی پسا مرگ رو هم حکومت جمهوری اسلامی داره از آن خودش میکنه و مصادره میکنه. ما در سالهای گذشته شاهد مداخله حکومت در واقع مهندسی مردگان و کشته شدگان بودیم، بالاخص کسانی که به دست حکومت کشته میشن، از تخریب قبرستان ها، از تخریب قبرها، از بازداشت کسانی که بر سر قبرها حضور پیدا می کنند، از دستکاری در صفحات یادبود روزنامه ها، از انواع و اقسام اموری که مربوط به کشته شدگان و مردگان هست، مراسم ختم، عزاداری ها، در همه این امور متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی دخالت میکنه و اخلال ایجاد میکنه در فرایند التیام خانواده ها، کسانی که داغ دیده هستن، اعضای خانواده ها رو بازداشت میکنن. یکی از مادران کسانی رو که در سال گذشته کشته شدن به 13 سال زندان محکوم کردن. اینها واقعا پدیده های عجیب و غریبی است. در تاریخ سیستم های تمامیت خواه یا توتالیتر من سراغ ندارم که تا این حد حکومت قساوت نشون بده و تا این حد تمام ابعاد زندگی مردم رو در این دنیا و پس از مرگ مورد مهندسی قرار بده. آقای محمدی، اگه بشه خیلی کوتاه برامون توضیح بدین از نظر جامعه شناسی چه عواملی فکر میکنید تأثیر داشت بر واکنش جامعه بر کشته شدن آرمیتا گراوند؟ بالاخص جنگ حماس و اسرائیل رو داریم، میخواد ببینم که این ماجرا آیا تأثیری بر واکنش مردم داشته؟ حتی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، حکومت جمهوری اسلامی با تجربه‌ای که از داستان مهسا داشت، از ابتدا تمام پدیده رو تحت کنترل خودش قرار داد، در خبررسانی، در اینکه نگذاشت خانواده بر سر آرمیتا در بیمارستان حضور پیدا کنن، با ارعاب اعضای خانواده، دوستان، حتی اعضای دور خانواده رو اینها تحت کنترل قرار دادن، برای اینکه در خبررسانی، در روایت سازی اخلال ایجاد کنن و تلاش کردن که ماجرا انقدر طول بکشه که مردم احساساتشون رو نتوانند به موقع بروز بدن. یعنی احساسات دوگانه ایجاد کردن که هنوز زنده است یا در حال مرگ هست. پس میکنی تأثیر حکومت بوده بر واکنش مردم در حقیقت؟ حکومت این داستان رو کاملا از ابتدا تا انتها، حتی محل قبر رو هم اینها تعیین کردن، حتی عکسی رو که روی قبر گذاشتم حکومت تعیین کرده که یه عکس با حجاب بگذاره. تمام ماجرا رو از ابتدا تا انتها اینها تحت کنترل گذاشتن برای اینکه مردم به عرصه خیابان نیان. خیلی ممنون از شما مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، ما رو همراهی کردید.